ای یو برو اکس، حالتون چطوره؟ آریا محمد هستم، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. همونجوری که میدونید دیشب کنسرت امیر تتلو بود و این برنامه اختصاصی برای امیر تتلوه، برای حاشیه‌ای که این کنسرت داشت و شلوار کشیدن با اینو دعوا شد این داستانا. با ما همراه باشید تا انتهای ویدیو، میخوایم یه سری داستانهای خوب و اجراهای باحالم از تتلو بذاریم. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، اگر هنوز چنل یوتیوب منو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، ویدیوهای جدید و دوربین مخفی های خفن میذارم با خبر شین، لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نریزه. عشق من این دمتون گرم. بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. اول از همه تتلو یکی از بهترین آرتیست های ایرانیه، یکی از تاریخ سازترین، پرفروشترین، خفنترین، با دل و جرأت ترین و و و و اصلا شکی درش نیست. من یه استوری گذاشتم گفتم که کنسرت تتلو خیلی دوست دارم برم و واقعا هم دوست داشتم برم، اما به دلیل اینکه خیلی همهمه میشه و اتفاقات عجیب و غریبی ممکنه توش بیفته نمیرم. این اتفاقم افتاد. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم که چه دعوایی شده، چه ایرانی بازی دروردن دوستان عزیز ایرانیمون. بالاخره موفق شدن شکوندن. آقا این کارا یعنی چی؟ اونو داره میزنه، دختر این وسط له شده، گیتو شکستین. من اصلا یه خبر موثق از یکی از دوستان خودم که توی کنسرت بلا اسمشو میپوشونم که معلوم نشه، ببینید چی نوشته. واقعا این چیزا بود که من دلم نخواست که برم و الانم خوشحالم که نرفتم، با اینکه خود تتلو رو خیلی دوست دارم. اینکه یه آدم انقدر دوست دارین بد نیست، اما یه ذره فرهنگ داشته باشین واقعا بد نیست، چون توی این استانبول ایرانی ها رو کم کم دیگه دارن به بی فرهنگ بودن میشناسن. یکی از حاشیه های جنجالی این کنسرت چی بود؟ این بود که تم یکی از ترک های امیر تتلو به اسم گدایی
ترک گدایی، تمش این بود که دنسر بیاد و وقتی امیر تتلو داره اجرا میکنه شلوارشو بکشه پایین و این تم کنسرت بود. به همین خاطر هم تتلو گفته آقا فیلم برداری نکنید، فلان نکنید و این داستانه که هیچ ازم گوش نکرد، همه داشتن فیلم برداری میکردن. این تمو اجرا کردن، گرچه برای حاشیه سازی هم بوده و این فکر پشت این قضايا بوده که شلوار امیر تتلو رو میکشن پایین و این ویدیو خیلی وایرال و جنجالی میشه. با هم دیگه ببینیم. یکی از حاشیه‌های دیگه‌ای که این کنسرت داشت، دنسرای امیر تتلو توی دستشویی که داشتن آماده می‌شدن قبل کنسرت آهنگ خشایر اس آر پلی میشه و ترک کچیویتس رو می‌ذارن و با لیتو اینا بود فکر کنم، اما هیچ وقت نزد سر و سر من بعد همه گفتن که آقا یعنی چی، چه اتفاقی داره میفته؟ دوستان برنامه گذارا اصلا کاری ندارن کنسرت کدوم آرتیست با کدوم آرتیست مشکل داره و اینا، یه سری ترک های باحال پلی میکنن که به زبون اون طرفدارا یکیه، یعنی شاید برنامه گذارا حتی ترک باشن ولی یه پلی لیستی دارن اینا رو بین آهنگا پلی میکنن. برای همین تو کنسرت زد بازی شایع پلی میشه، تو کنسرت پیشرو زد بازی پلی میشه، تو کنسرت زد بازی پیشرو پلی میشه. برسیم به آخرین حاشیه قشنگ و خفن از امیر تتلو عزیز که تاریخ کنسرتش رو توسط تتو آرتیستش به اسم خشایار وسط کنسرت روی تخت پادشاهی وقتی تاج پادشاهی روی سرش بود که این خیلی جنگه اینجاش تتو میکنه که ویدیوشو الان براتون میذارم ببینید. این کار خیلی قشنگه، یعنی به نظر من این کار خیلی آرتیستیک و خفن بوده. تنها آرتیستی هم هست که این کارو کرده، کلا تنها آرتیستیه که خیلی کارو کرده، همه از روی این اسکی میرن. حالا یه ذره فرمتشو عوض میکنن، واقعا حال کردیم. بریم ویدیوشو ببینیم. تو هستی که اینجوری شم، منی که درگیرت شدم، تو مثل هستی که نساکیم دوسته شم که تایفش میخطو بزنم. یه من از همه اینا بگذریم، باید برسیم به پوینت های مثبت این کنسرت. اولا که تتلو خیلی خفن اجرا کرد، به نظر من یکی از بهترین کنسرت های تاریخ ایران بود. تتلو که اصلا ترکوند، یعنی دوتا کنسرت قبلیشو من واقعا حال نکردم، این کنسرت جاودانه میشه همیشه. جمعیتی که اومده بود، چتش هم براتون میذارم که با دوستانی که رفته بودن صحبت کردم، گفتن 4000 نفر جا داره ولی 7500 تا 8000 نفر اومده بودن، جنگ شد اصلا، این توپاک صف بسته بودن واسهش. محبوب بودن این آدمه دیگه خیلی باشکوه بود. از همینجا اگر صدای منو میشنوه خسته نم، اینه همه چه افخیز گفتم، اگر صدای منو میشنوی خسته نباشید، میگم به امیر تتلو عزیز واقعا ترکون دیداداش. افتر پارتیش خیلی جالبه، ویدیوشو ببینیم با هم کجا بود. بعدش میریم افتر پارتی. من دلم دقت کردین؟ این ویدیو توی کلاب سوج توی استانبول بود و کلاب سوج کلابی بود که تمام آرتیستا زدبازی، شایه، ونتونز و و و و اونجا کنسرتشون رو میذارن، ولی تتلو توی سالن خیلی بزرگ کنسرتشو
افتر پارتیش توی کلاب سوج بود که خودش هم توی ویدیوش میگه برای اینکه تتلیتیای کم با هم اشغال کنن و با هم دیگه باشن. بعد از اون کنسرت هم خود تتلی میگه آقا بذارید من رد شم برم و میره خونه و دیگه استوریا با تتلیتیاشو اینکه لش میکنه سه چهار تا دختر دورشن و... خلاصه که خیلی برنامه پرحاشیه و خفنی بود، اتفاقای خیلی باحالی افتاد توی این کنسرت. من واقعا دوستشم برم، اما پیش بینی کرده بودم که خیلی بگایی میشه و شد. امیدوارم هر کی که رفته بهش خوش گذشته باشه. امیر تتلو و تیم خفنش خسته نباشید میگم بهشون. با دو سه تا اجرا از امیر تتلو توی کنسرت ویدیو رو من همینجا به پایان میرسونم. ازتون خدافظی میکنم، شما اجراهای امیر تتلو رو توی کنسرت ببینید، از این صدای زیبا لذت ببرید. خیلی چاکرم، جیبتون پر کش، دلار، یورو، پوند صف باشه. برابک سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها، سابسکرایب یادتون نره عشق منید. کانال رو به دوستاتون معرفی کنید، زنگوله رو بزنید، ویدیو جدید میذارم با خبرشین، لایک کنید، برو بریم. کامنت انگلیسی هم یادتون نره، همینجوری که دارین کار امیر تتلو رو گوش میدین برید 4 تا کامنت انگلیسی برا من بذارید. عشقید، برو بریم صفا. Just the man who should be the one.